خوش اومدین به کانال خیابون ویلا. من گیلدا هستم و امروز تولد داریم همراه با خاطرات دهه 20 از خیابون ویلا. گیلدا جونم از تولد من پرسیده بودی. البته خیلی سالای دور میگذره، ولی اونایی که مامان بزرگ تو مامان من برام تعریف کرده بود و میگفت هنوز تو خاطرم هست. میگفت که تو توی بیمارستان اون موقع ها که اسمش الان هم چی بوده، تو بیمارستان آمریکایی ها به دنیا اومدی. بعد اسم دکترم هم گفته بود و میدونستم یه جزئیاتی. بعد روزی که من سالهای پیش 25-30 سال پیش که اومدم امریکا که گرین کارت بگیرم و اینها، اول یه مصاحبه کردن با هم، یه خانم آمریکایی اومد تو، سیاه پوستم بود، با من دست داد و اینه، گفتش که بشین که ازت سوال کنم. گفتم احتیاجی نیست که شما از من سوال کنی. چشاشو گرد کرد و گفت یعنی چی؟ گفتم برای اینکه من خودم آمریکاییم. گفتش که یعنی چی که چون آمریکایی هستی؟ گفتم برای اینکه من مثلا حالا چندین سال پیش یادم نیست که اون چه سالی بود، در بیمارستان آمریکایی‌ها در ایران به دنیا اومدم، اسم دکترم هم یادمه، اونم آمریکایی بود، دکتر مکداول. وقتی که اینو گفتم بلند شد از پشت میز اومد این طرف، منو بغل کرد و بوسید و گفتش که تبریک میگم، تو از الان خودتو بدون که گرین کارتتو گرفتی. بعد به من گفت که حالا از اینجا برو تو اون اتاق که انگشت نگاری کنی. و این بر من یه خاطره شد که بلافاصله اومدیم بیرون از اتاق، یعنی 3 دقیقه هم نکشید که شوهر نارسیس من مدام که اونجا نشسته بود گفت چی شد؟ گفتم هیچی. گفت برو اصلا نمیخواد. گفت من یه کلمه چیز آورده بودم اینو. گفتم نه دیگه احتیاج نه، فقط گفته برم انگشت نگاری کنم چون احتیاجی ندارم که چیز دیگه از من بپرسی. بیمارستانی که من توش به دنیا اومدم اسمش پرسبیتریان بود، مال آمریکایی‌ها بود، که نزدیک خیابون ویلا بود، دقیقا یادم نیست که کجا بود، ولی ما همون پایین ویلا بودیم که روبروی خونمون هم هواپیمایی ملی ایران بود که بعدا هنوزم مثل که هست یا نمیدونم عوض شده یا نه. بعدش 3-4 سالم بود که اومدیم بالا خیابون ویلای بالا، که بعد از خونه ما دیگه خونه نبود، تپه و نمیدونم این چیزا بود که بعد الان خیابون کریم خان زند و از این حرفا چیزا گذاشتن. روبروی خونه ما یه باغ خیلی بزرگی بود که پر از باغ گیاها بود، یعنی یه باغبونی بود مالی یه آقای بود، نمیدونم مالی کی بود، گل پرورش میداد و من عاشق گل بودم. از بچگی میرفتم با این آقای دوست شده بودم، من کوچولو بودم، من میبرد دور اون چیز میگردوند، گلا رو به من نشون میداد، یه شاخه گل هم گاهی به هم میداد. دیگه روبروی خونمونم اون الان شده کلیسا هیچی نبود، هیچی نبودش. بعد کلیسا رو ساختن، یه دوچرخه سازی مثل این که کرایه میداد دوچرخه ها رو، یا اینکه میخرید میفروخت اینا. منم ارمنی هم بودش، آندرانیک هم بود اسمش، هنوز یادمه، میرفتم 5 ریال میدادم بهش، 1 ساعت دوچرخه، مثلا 12 سالم بود، کرایه میکردم میرفتم تمام اون خیابونای اطراف رو با دوچرخه میچرخیدم و میومدم بهش پولشو پس میدادم. و هنوز این خاطرات توی ذهن من باقی مونده، هنوزم خیال میکنم 12 ساله. از دوچرخه سواریم بگم، من از بچگی خب دوست داشتم، اصولا آدم فعالی بودم تا حالا که خیلی پیر شدم، ولی یادمه که یکی از اون خدمتکارا که اونجا بود قهرمان دوچرخه سواری بود و این میخواست به مینا دوچرخه سواری یاد بده. پشت مینا رو میگرفت میگفت حالا پا بزن برو، تا میگفت ولت کردم خودت برو، مینا میخورد زمین. منم خیلی کوچیکتر بودم،
برای اینکه یاد بگیرم میگفتم منم سوار کنم، میگفت نه من میدویدم پشت سر اینا، آخر مینا یاد نگرفت دوچرخه سوار شدم. خاطره ای بود دیگه، اونم قهرمان دوچرخه سواری شد و دیگه مدال چیز گرفت و جلوی اعلی حضرت و فلان و اینا بهش مدال دادن و سالهای سال تو خونه ما اول آشپز بود و بعد بابا سردار براش تاکسی خرید و راننده تاکسی شد و دیگه هیچی، دوچرخه سواریش هم سر جاش.